دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید. در این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطور خودتون رو تعیین سطح بکنید. یعنی با جواب دادن به یه سری سوالای ساده تشخیص بدید در چه سطحی هستید و یا چه نمره آیلتس میتونید بگیرید. در قسمت دوم ویدیو بهتون میگم چقدر زمان لازمه که از یک سطح به سطح دیگه برسید و در قسمت سوم ویدیو بهتون میگم که چه منابعی باید بخونید اگر دارید برای آزمون آیلتس آماده میشید اگر اولین باری که یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب من رو میبینید و هنوز عضو کانال من نیستید لطفا دکمه سابسکرایب رو فشار بدید زنگوله هم بزنید که ویدیوهای بعدی من را از دست ندید راه های مختلفی وجود داره که شما بتونید تشخیص بدید در چه سطحی هستید یا اینکه چه نمره آیلتس میگیرید ولی بیشتر این راه یه کمی پرهزینه هستن یعنی مثلا اگه شما بخواید یه ماک تست بدید شاید یه مقداری پول باید هزینه بکنید یا اگه بخواید برید تعیین سطح بشید بعضی وقتا باید یه پولی هزینه بکنید این روشی که من امروز میخوام بهتون بگم بهتون کمک میکنه که بتونید خودتون این کار رو انجام بدید به صورت حدودی و تقریبی تنها لازمش اینه که یه مقداری با خودتون صادق باشید و جواب سوالاتی که من در قالب یک جدول مطرح میکنم رو خیلی صادقانه به خودتون بدید بعدش میتونید تشخیص بدید که حدودا چه نمره آیلسی میگیرید و در چه سطح توانایی زبان قرار دارید فکر میکنم همه هم با هم اتفاق نظر داشته باشیم که میتونیم دانش زبان رو تقریبا به سه سطح تقسیم بکنیم سطح ابتدایی سطح متوسط و سطح پیشرفته اگر شما در سطح ابتدایی یا A2 قرار بگیرید باید بتونید یه سری کارا رو انجام بدید مثلا باید بتونید جملات خیلی ساده رو بفهمید و تولید بکنید جملات ساده درباره خودتون اینکه شغلتون چیه اینکه محل سکونتتون کجاست اینکه پیشینه خانوادگیتون چیه و این دست سوالا رو بتونید در واقع هم بفهمید هم بتونید جواب بدید مثلا من خودم سال هاست که میخوام زبان اسپانیایی یاد بگیرم و یادم یه سفری که به اسپانیا داشتم گفتم بیام و یه سری از جملاتی که تازه یاد گرفتم رو استفاده بکنم مشکل اینجا بود که من این جملات استفاده میکردم مثلا میگفتم استاکی اوتل ولی خب طرف مقابل دیگه فکر میکرد که من بلدم اسپانیایی حرف بزنم یا حداقل میتونم متوجه بشم که اون چی میخواد دیگه و خلاصه شروع میکرد بگر و گرو و خلاصه من هم همینجوری میموندم و میگفتم که اوکی سوری ویر ایز هتل خلاصه باش انگلیسی حرف میزدم و اون طرفم مجبور شد که انگلیسی جواب بده. در کل اگه شما سطح A1 باشید یا A2 یعنی سقف تواناییتون همینایی باشه که من الان توصیف کردم نمره آیلس شما زیر چهاره یعنی شما هنوز در سطح آیلس نیستید. اما بریم سراغ سطح متوسط. در سطح متوسط که بهش B1 و B2 هم میگن شما میتونید مفهوم جملات نسبتا پیچیده رو متوجه بشید. جمله پیچیده یعنی چی؟ یعنی یه جمله مثل این: Although he was wealthy He was still unhappy این جمله پیچیده است ولی اگه بخواید ساده حرف بزنید جملاتتون خیلی کوتاه و شکسته شکسته است مثلا میگید he was wealthy he was still unhappy. پس در این سطح یعنی در سطح متوسط بیوان یا بی 2 هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید شما میتونید جملات پیچیده تولید بکنید همچنین شما میتونید درباره موضوعات مختلفی صحبت بکنید چه موضوعات روزمره و شخصی و چه موضوعات انتزاعی مثل مثلا مسائل سیاسی اقتصادی و مثلا تصور کنید شما از میدون ولی است میخواید برید میدون ونک و تو تاکسی میشینید تو تاکسی هم که میدونید دیگه انواع و اقسام بحث‌های سیاسی و اقتصادی مطرح میشه شما اگه در سطح بیوان یا بیتو باشید باید بتونید هم این بحث‌ها رو بفهمید یعنی متوجه بشید که اونا چی میگن با فرض اینکه تمام اون ها به زبان انگلیسیه و هم بتونید یه کمی هم توی اون ها مشارکت داشته باشید مثلا رو مطرح بکنید نظر بدید و خلاصه یه مشارکتی داشته باشید در سطح متوسط شما باید بتونید خیلی روان و شفاف با مخاطبتون صحبت بکنید البته خب غلط های گرامری دارید غلط های واژگان هم دارید اگر تواناییتون در این سطحه نمره آیلس شما بین چهار تا شیش و نیمه. حالا اگه غلط های گرامریتون زیاده و اگر جملات پیچیده که میتونید بفهمید و تولید بکنید محدود هستن نمرتون به چهار نزدیک ولی اگه جملات پیچیده متنوعی رو میتونید تولید بکنید یعنی تعداد زیادی جمله پیچیده شما در شرایط مختلف میتونید تولید بکنی و غلط های گرامری هم داری ولی خیلی زیاد نیست یعنی در واقع کلا غلط غلط صحبت نمیکنه یه جوری که اصلا مردم نفهمن چی داری میگی اگه در اون سطح هستی به 6.5 نمرت نزدیک تره خب، حالا بریم سراغ سطح پیشرفتی یعنی C1 یا C2 اگه شما در این سطح باشی شما میتونید متنهای نسبتا طولانی چه شنیداری، چه نوشداری رو بخونید و گوش بدید و متوجه بشید میتونید درباره موضوعات مختلف صحبت بکنید یعنی باز برگردیم به مثال تاکسی شما قشنگ دیگه میتونید مثل یه تحلیلگر قشنگ بر خودت صحبت بکنی نظر بدی و نظرات دیگران رو هم متوجه بشی میتونی اطلاعات متنی که خوندی و یا گوش دادی رو خلاصه بکنی برای بقیه بگی مثلا اگه یه مقاله خوندی اگه یک سخنرانی گوش دادی و میتونی خلاصه بکنی و برای بقیه بگی جوری که اونا متوجه متوجه بشن چی میگی میتونی جملاتی که معنای زمینی دارن رو متوجه بشی و اونا رو تولیدم بکنی یعنی مثلا تو زبان انگلیسی و البته تو زبان فارسی هم همینطوره ما وقتی میخوایم یه درخواستی از یه نفر بکنیم معمولا به صورت مستقیم نمیگیم مثلا بهش نمیگیم پاش پنجره رو ببند اینجوری که نمیگیم که میگیم که آقا پنجره بازه ها یعنی اینکه پاش رو ببندش دیگه اگه شما تو انگلیسی بتونی اینجور مکالمات رو متوجه بشی و بتونی تولید هم بکنی در این سطح هستی در این سطح فرد میتونه روان و بدون غلط های گرامری فاحش صحبت بکنه اگه همه اینایی که گفتم رو شما دارید نمره آیلس شما بین 6.5 تا 9 هست حالا باز میگم این بستگی داره بعضی وقتا شما میبینید که غلط های گرامری دارید ولی خیلی فاحش نیستند خیلی کم هستند مثلا یه چه میدونم ای دی جا میندازید یا اس جا میندازید اون وقت میرید به نه نزدیک میشید اگه غلط های گرامری بزرگتر دارید نمرتون طبیعتا میاد پایینتر و به 6 نیم نزدیک میشه همه اینایی که من گفتم مربوط به دانش زبان شماست یعنی وقتی من میگم نمره آیلتس شما 6 و نیمه تا 9 معنیش این نیست که اگه شما در این سطح هستید میتونید فردا صبح برید امتحان آیلتس بدید و نه بگیرید مثلا این مثالی که الان براتون پخش میکنم رو ببینید این یه مصاحبه است که من با یه فرد انگلیسی انجام دادم یه نیتیو اسپیکر انگلیسی این فرد اگه فردا صبح با همین مدلی که جواب منو میده بره امتحان بده بهتون قول میدم که چارم چار بهش میده ولی چار چار و نیم پنج بیشتر نمرش نمیشه so what kind of art do you enjoy? <laughs> I don't, I don't um, what kind of art do I enjoy? Um, I don't know anything about art to be honest, but I maybe <laughs> enjoy bright colors and and looking at things... <laughs> I don't know what to say. <laughs> I, don't, I, don't, I just don't have an interest in art, so it's not something I can really talk about. Van Gogh, Van Gogh. Van Gogh. I, don't, I, don't, I don't like Van Gogh. I'm so, I'm so sorry. Uh, how has art changed in the past few decades in your country? <laughs> um, to be honest, I, I have no idea, but I guess with the um, kind of new generation of technology, I guess people are more likely to use computers and graphic design in art as opposed to drawing. خب دیدید پس آیلتس و تافل هم مثل بقیه تستایی که شما ممکنه داده باشید مثل کنکور یه بخشش بخش دانشه یه بخشش هم بخش مهارت هست یعنی مهارت تست اینکه شما مثلا با سوالات آشنا باشی یه ذهنیت و پیش‌زمینه‌ای داشته باشی که بتونی خوب جواب بدی اینایی که تا حالا من گفتم همش برای دانش شماست ولی نکته اینجاست اگه شما پایه و دانش لازم رو داشته باشید خود آیلز خیلی سخت نیست یعنی مثلا این فردی که من الان باش مصاحبه کردم اگه چند روز فقط تستای آیلز رو نگاه بکنه بررسی بکنه خیلی راحت میتونه بره و نمره خیلی عالی بگیره حتی نو هم بگیره مهارت های رو خیلی راحت میتونید از پسش بر بیاید در زمان کوتاه. حالا بریم سراغ بخش دوم ویدیو که گفتم چقدر زمان میبره که از این سطح به اون سطح برسیم یعنی مثلا از نمره چهار به شیش و نیم برسیم اگه شما بخواید از نمره چهار با اون توصیف هایی که داشتم به شیش و نیم برسید شما بین 6 تا ده هفته زمان لازم دارید چرا میگم 6 تا ده هفته چرا نمیگم مثلا هشت تا ده هفته مثلا یه ذره دقیقتر بگم به خاطر اینکه واقعا توانایی افراد مختلف با هم متفاوته بحث سن و سال هم نیست بیشتر بحث اینه که چقدر شما آمادگی یادگیری دارید مثلا من خودم تو سن 36 7 سالگی که الان هستم به نظر خودم به اندازه یه فرد 18 19 ساله آمادگی یادگیری دارم چرا چون که هیچ وقت من یادگیری رو متوقف نکردم همیشه داشتم زبان یاد میگرفتم همیشه داشتم یه مهارت جدید یاد میگرفتم یه نرم افزار جدید داشتم یاد میگرفتم هیچ وقت متوقف نشده پس به سنتون نگاه نکنید بحث اینه که شما چقدر درگیر یادگیری بودید به خاطر همین نمیشه دقیق گفت مثلا آقا ده هفته دیگه شما به این نقطه رسیدید بین 6 تا ده هفته و هر هفته هفته چهل و دو ساعت مطالعه لازمه حالا نترسید نترسید فرار نکنید اینکه گفتم 42 ساعت این برای فردی که بخواد به صورت فشرده بخونه اگه شما وقت ندارید یا مثلا میخواید انقدر فشرده نخونید میتونید روزی سه ساعت بخونید میتونید روزی دو ساعت بخونید روزی یه ساعت و نیم بخونید ولی تعداد هفته ها به تناسب زمانی که شما هر روز میذارید بیشتر میشه از این 6 ساعت در روز ممکنه مثلا شما یه ساعتشو تو کلاس باشی یه ساعتشو با دوستت انگلیسی کار بکنی فرقی نمیکنه منظورم درگیری شما با زبان انگلیسی که ممکنه در کلاس آنلاین حضوری با دوستتون و یا به صورت فردی انجام بشه حالا ممکنه خیلیاتون بپرسید چطور میتونم به هفت برسم ببینید از 6 به هفت رسیدن یا از 6 و نیم به هفت و نیم رسیدن کار خیلی سختی نیست چون میتونید اینو ظرف 3 4 هفته با تمرین مستمر و متمرکز بهش برسید چون فردی که 6 یا شیش و نیم واقعی هست پایه انگلیسی لازم اون دانشی که تو قسمت اول ویدیو دربارش صحبت کردمو و داره اونو ساخته فقط یه سری مهارت های رو باید تمرین بکنه که بتونه به اون سطح برسه ببینید مهمترین منبع آیلز که همه باید داشته باشن و همه باید باش کار بکنن سری 16 جلدی آیلز انتشارات کیمبریجه این کتاب بهترین و کاملترین منبع سوالات آیلس که اگه شما میخواید امتحان آیلس بدید حتما اینو باید داشته باشید برای خواندن مثلا شما میتونید متنای ریدینگ همین سری رو بخونید به اضافه متنهایی که توی این سایت هست و توی یه ویدیو دیگه هم معرفی کرده بودم شما باید هدفتون رو جوری بذارید که در روز بین 10 تا 15 کلمه جدید یاد بگیرید حالا این کلمات رو شما میتونید از این متنای ریدینگ یاد بگیرید از کتاب آیلس یعنی از همین متنایی که میخونید یا از این سایتی که من معرفی کردم فرقی نمیکنه 10 تا 15 کلمه باید هدفتون باشه بعضی از این کلمات رو یادتون میره طبیعیه ولی اصلا نگران نباشید به خاطر اینکه این کلمات تکرار میشن و با تکرار با خوندن متنهای مختلف با گوش دادن به متنهای مختلف این کلمات برای شما کم کم جا میفته نگران نباشید میدون مثل شیمونه مثل قرم سبزی مونه شما قرم سبزی اول محتواشو که میریزی توش لوبیاش میره یه طرف نیم سبزیش میره یه طرف روغنش میره یه طرف بعد که یه ذره میذاری خلاص جا بیفته اینا همه دست به دست هم میده لوبیاهاش لعاب میندازه و قشنگ یک معجون خیلی خوشمزه میشه زبانم واقعا همینطوره یعنی مثال خیلی مسخره بود ولی واقعا همینطوره یعنی با گذشت زمان وقتی که شما بخونید مطالعه بکنید خود حرارت قل ریسک بزنه قشنگ آماده میشه و بعد لذتش رو میبرید حالا میرسیم به مهارت رایتینگ یا نوشتن هیچ راهی غیر از خواندن برای تقویت مهارت نگارش وجود نداره هر چقدر کلاس برید کتابای مختلف درباره how to نمیدونم how to write an essay هیچ فایده ای نداره مگر اینکه شما حجم گسترده ای از متنای مختلف رو بخونید یعنی هر روز بعد یه متن بخونید تنها راهی که من خودم رایتینگم رو ارتقا بخشیدم همین خوندن بود منم زمانی بود که در واقع نوشتنم اصلا خوب نبود ولی با خوندن و با توجه کردن به ساختارهای جملاتی که میدیدم مثلا چطور کلمات استفاده میشن چطور ایده های مختلف تو متن آکادمیک انتقال داده میشن من اینا رو همه رو توجه میکردم یه جا یادداشت میکردم بعضیاشو، زیرش خط میکشیدم اون جایی که شک داشتم و بهش فکر میکردم که قشنگ برام جا بیفته و بعد به نوتام برمیگشتم دوباره مرورشون میکردم تا اینکه به سطح خیلی خوبی رسیدم از نظر رایتینگ که تونستم آیلس 9 بگیرم و برای مجلات بین المللی مقاله بنویسم که مقالاتم چاپ شده حتی برای انتشارات کمبریج بتونم کتاب چاپ بکنم که به زودی اونم چاپ میشه و اینا همش نتیجه اون روش خوندن بود برای گوش دادن از همون سری 16 جلدی شروع بکنید محتوای لیسنینگش رو کار بکنید و بعد تا میتونید پادکست های مختلف هر چیزی که دوست دارید هر چیزی که علاقه دارید فیلم های مختلف مثل فرندز مثل هوای متیور مادر گوش بدید تحلیل بکنید و سعی کنید حفظ بکنید این حفظ کردن به اسپیکینگ شما کمک میکنه یعنی سعی کنید مهارت های مختلف رو به هم ربط بدید خواندن رو هم برای خواندن کار بکنید هم برای نوشتن گوش دادن رو هم برای درک مطلب و گوش دادن کار بکنید و هم برای صحبت کردن برای صحبت کردنتون هم توصیه من اینه که یه نفر رو پیدا کنید که بتونید باهاش صحبت بکنید حالا این فرد میتونه آنلاین باشه میتونه حضوری باشه یه نفر باشه که شما بتونید در واقع یه فیلمی ببینید یه مقاله ای بخونید و برای اون فرد تعریف کنید اگه واقعا چاره ای ندارید مثل من که اون موقع در واقع چاره ای نداشتم کسی رو نداشتم باشه انگلیسی حرف بزنم میتونید با خودتون حرف بزنید یعنی جلو آینه وایسید یا آینه هم نبود اشکال نداره با خودتون توی اتاقی جایی یک بحثی رو بندازید مثلا داستان رو برای خودتون تعریف بکنید فیلم رو ببینید بعد در واقع پلات و داستان فیلم رو برای خودتون بگید و اینطوری باعث میشه که مجبور بشید از اون کلماتی که تازه یاد گرفتید استفاده بکنید و به مرور زبان انگلیسیتون از نظر صحبت کردن را بیفته خب اینم از ویدیو امروز البته میدونم که احتمالا بعضی نکات از قلم افتاده ولی خب چاره ای نیست دیگه در واقع من به تایم ویدیو هم دارم فکر می کنم اگه سوالی دارید نکته ای دارید حتما تو قسمت کامنت بنویسید همونطور که می بینید من به تمام کامنت ها با افتخار جواب میدم و اگرم واقعا ببینم کامنتی هست که میشه در یک ویدیوی جداگانه بهش پرداخت مثل همین ویدیویی که الان ساختم بر اساس تعدادی از کامنت های شما بود حتما یک ویدیو دربارش میسازم و به صورت مفصل دربارش صحبت میکنم اگه هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید و لایک کنید کامنت بذارید ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید تا ویدیوی بعد خداحافظ